یکی از سخنگویان تیم دولتساز به نام داوود سلطانزوی که در انتخابات پارلمانی سال 89 24 هزار رای در ولسوالی اجرستان ولایت غزنی تقلب کرده بود و به سلطان المتقلمین مشهور شده بود، با ادبیات سخیف و کلمات متعفن خلاف رویه همدیگر پذیری در این مملکت از تصفیه قومی و سیاسی در ادارات سخن گفته. آقای غنی، چند ما کتاب ما دوائر دولتی رو تصفیه کرده نمیتونیم، دوائر دولتی رو تصفیه کرده نمیتونیم. تصویر بیان که برای قدرت گرفتن قدرت در چارکار شیشتن با تصویر و فریب بودی در درایی قدرت از مردم افغانستان گرفتن و بالای شانه های مردم افغانستان آنقدر فشار آوردن و گرده های افغانستان آنقدر متضرر ساختن که بالاخره طالبا از او ظهور کرد. بعد از او با تصویر و فریب و مکر توسط بی 52 آمدن قدرت گرفتن. بر چند ما کتاب ما دوائر دولتی رو تصفیه کرده نمیتونیم. تصویر بیان که خلاف رویه همدیگر پذیری در این مملکت از تصفیه قومی و سیاسی در ادارات سخن گفته. آقای غنی، سخنگویان شما واقعا همینا هستن؟ عدالت عمری و علوی شما همین است؟ عدالت عمری و علوی همینه که عمال زیر دست شما در وزارت ها دست به تصفیه قومی بزنند؟ ماده 22 قانون اساسی صراحتاً میگه هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. چرا در وزارت‌های زیر دست شما تصفیه جریان داره؟ متاسفانه نمونه بارزش در وزارت خارجه است. جناب رئیس، توجه شما خواهان هستم. آقای ادریس زمان از زمانی که به عنوان سرپرست وزارت خارجه تعیین شده دست به تصفیه قومی زده. در ظرف یک هفته داد و فغان دیپلمات‌ها و کارمندان وزارت خارجه در آورده. چند مورد در من میگم. یک، برکناری آقای راقی از ریاست منابع بشری، برکناری خانم نجیبه اندیشمند از ریاست انستیتوت دیپلماسی، برکناری آقای عزیز عمر از ریاست اقتصاد، برکناری معاون ریاست منابع بشری و چندین مورد دیگر در حالی که حاضری موقت وزارت خارجه پر شده از امضای دیپلمات‌هایی که به استراحت آمدن، این آقا کسی به نام گران هیوار را آورده در وزارت خارجه که حتی تجربه یک سال کار در این وزارت را نداره. از سفر دیپلمات‌ها جلوگیری میکنه، دیپلمات‌هایی که خلاف متاسفانه ارموز برخوردهای سلیقه‌ای خودش است. ما هشدار میدیم که این سرزمین متعلق به همه مردم افغانستانه، همه اقلیت‌ها و اقوام، و هیچ کس حق نداره که خلاف روحیه قانون اساسی و خلاف روحیه همدیگرپذیری دست به تغییرات و تبدیلات سلیقه‌ای و قومی بزنه. من میخوام که وزیر خارجه، سرپرست وزارت خارجه، برای استجواب در این مجلس فراخوانده بشه که چرا خودسرانه دست به چنین حرکاتی خلاف قانون اساسی و خلاف روحیه همدیگرپذیری در این سرزمین میزنه. بخیر باشین.